خب همونجور که میدونید عصب سیاتیک طویل ترین عصب بدنه که کل اندام تحتانی رو عصبدهی میکنه. از نظر اینی که بدونیم از کجا شروع میشه باید در نظر بگیرید که این که ستون فقرات هست، مهره های 4 و 5 کمری و مهره های 1-2-3 استخوان خاجی. نگاه کنید از اینجا ریشه میگیره و میاد تقریبا در مرکز باسن تبدیل میشه به یک تناب فوق العاده قطوری به نام عصب سیاتیک. امروزه به دلیل نشستن‌های طولانی مدت در محیط کار یا پشت فرمون این عصب دچار التهاب میشه، اما باید از نظر تشخیص افتراقی ما حتما برای اینکه مطمئن بشیم یا از طریق متخصص مغز و اعصاب یا متخصص طب فیزیکی با توجه به آزمایش‌هایی که برای ما در نظر می‌گیرن مثل ام‌آر‌آی یا نوار عصب و عضله باید مطمئن بشیم که این درد عصب سیاتیک و دردی که یا حوالی ناحیه باسن خودشو نشون میده یا کلن درد ارجاعی یا ریفرال پین میده به اندام تحتانی ریشش از کجاست. اگر اینکه منشأ عصبی داشته باشه از نظر مودالیته و روش درمانش یک قضیه است، اگر اینکه این التهاب ریشه عضلانی داشته باشه اون روشی رو که ما براش اتخاذ میکنیم یک روش خب میتونم بگم که ورزشی، حرکات کششی و تمریناتی هست که میتونه کمک کنه که این التهاب رو به حداقل برسونه. خب همونطور که گفتیم برای این که ما متوجه بشیم که منشأ درد عصب سیاتیک عصبی هست یا عضلانی هست چندین تست و آزمون داریم. یکی از تست هایی که خیلی به ما کمک میکنه و تست تقریبا خوبی هست تست اسلام تست هست که همونجور که از اسمش هم پیداست فرد باید در این وضعیت بشینه و ازش میخوایم که موقعی که میخواد تست رو انجام بده بدنش رو بالاتنه رو خم کنه و دست ها رو ببره پشت سرش، خم کنید، سر رو هم پایین نگه میداره و آزمونگر دستش رو پشت گردن نگه میداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فرد موقعی که میخواد پاش رو صاف کنه و عصب رو در طول بلند خودش تست بکنیم فرد به عقب خودش رو هدایت نکنه. یکی از نکات خیلی مهم در این تست اینه که فرد رو به عقب نره. پس برای این کار آزمونگر دست رو پشت گردن نگه میداره و از کلاینت میخوایم که به آرومی پاش رو اکستنشن بکنه یا بیاره بالا و بعدش از مفصل مچ دورسیفلکشن. اگر آزمونگر خودش هم به این کمک بکنه، اگر چنانچه درد خیلی تیز و همراه با سوزشی داشت این فرد تستش مثبته. اما یه سری نقاطی هست که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که معمولا افراد دچار کوتاهی همسترینگ و کوتاهی عضلات دوقلو هم هستن که موقعی که پا رو به این صورت حالت دورسیفلکشن میدن یک احساس کشش از این نواحی هم دارن که ما اینا رو باید قبلش برای کلاینت توضیح بدیم که دقیقاً احساس کشیدگی دارن یا احساس سوزش از ناحیه باسن دارن. خب برای اینکه ما یه مقدار خیالمون راحت تر بشه و بتونیم از نظر مدالیته هایی که مربوط به ماساژ میشن یا مانوال تراپی میشن یه سری تست های دیگه میتونیم بگیریم. حالا این در زمانی هست که ما از فرد یک هیستوری گرفتیم و مطمئن شدیم که به دلیل شغلش که دچار فقر حرکتی هست یا زیاد این فرد میشینه یا پشت فرمون هست یا زیاد میایسته از نواحی سیاتیک و
عوارضی رو که خودش بیان میکنه دچار مشکل شده، میایم یه تستی رو انجام میدیم تحت عنوان پریفورمیس تست، یا عضله‌ای که از مجاورت عصب سیاتیک در منطقه عضلات سرینی و باسن رد میشه، اون رو میخواییم که تست بگیم. در این حالت به فرد میگیم که در وضعیت سوپان یا تاق باز بخوابه، پاشو به آرومی من خم میکنم و سعی میکنم تا جایی که میشه پاش رو خم کنم. وقتی که پا رو خم کردم توی شکم، سعی میکنم به صورت اوریب پاشو به سمت شانه مخالف کشش بدم، یعنی یک کشش پسیو یا غیر فعال رو من انجام میدم. در این حالت از فرد میپرسم که از ناحیه گلوتوآل و همون مسیری که عصب سیاتیک رد میشه اگر احساس کشش کرد، به من گزارش میده که در این صورت تستش مثبت خواهد شد. بعدش رانش رو در وضعیت قائمه یا 90 درجه قرار میدم و در این صورت باز دوباره یک اینترنال روتیشن و یک اکسترنال روتیشن انجام میدم. در تمامی این موارد نگاه به چهره فرد میکنم، یک تایید شفاهی میگیرم. اگر که درد خیلی آزاردهنده باشه، ما میتونیم که یه مقدار مطمئن تر بشیم که فرد دچار کوتاهی عضله پیریفورمیس هست. و بعدش تو وضعیت 60 درجه، توی این وضعیت باز دوباره ازش میخوام که پا رو اینترنال روتیشن بده و من مقاومت سر راش انجام میدم. اینجا هم اگر که از ناحیه باسن درد داشت، محکمتر فشار بدین، یکی این وضعیت و این وضعیت. اینها تست هایی هستن که میتونن تشخیص های ما رو یه مقدار مطمئن تر بکنن. خب در ادامه باید خدمتتون بگم که عضله پریفورمیس از بخش جلویی یا آنتریور استخوان ساکروم ریشه میگیره و میاد وصل میشه به تروکانتر بزرگ. حالا کارش چی هست؟ اکسترنال روتیشن تو مفصل هیپ میده. ببینید این حالت رو ما از فرد میخواییم و چنانچه اگر با مقاومت این کار رو نتونست انجام بده، ما نشون دهنده اینه که عضله پیریفورمیسش هم دچار کوتاهی و تنبلی شده. این کار رو انجام بدید، ببینید قدرتش خوب بود، تونست بر مقاومت من غلبه بکنه. و یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم، البته این برای گروه عضلات اکسترنال روتیتور بیشتر در نظر گرفته میشه، فرد رو در این وضعیت نگه میداریم، میگیم پا رو بلند کنه و اینجا اقدام به فشار میکنیم. اگر تونست بر فشار ما غلبه کنه، نشان دهنده اینی که تستش منفی هست.